262 من باید برم، اگه میشه سریع بگو که من باید برم، الان قرار بود یه ساعت باشه شد 3 ساعت. چرا هر وقت به من میرسه میگید من میخوام برم؟ ببین 262 من قرار بود یه ساعت برنامه باشه، الان تا 3 ساعت موندم دیگه، اگه الان از من اعتراض بکنی من دیگه الان از من اگه اعتراض بشه دیگه من نمیدونم چیکار کنم. بگو. راستش من میخواستم در که پاسخ به همین دوست عزیزمون بگم، این که اگه من مسلمانم و خیلی سواد درست حسابی ندارم و میام مثلا دفاع میکنم از اسلام یا از عقاید خودم، خب بالاخره من نظری دارم چیکار کنم، یه سری دارم یه فکری میکنه، خب این سر من چیکارش کنم؟ یعنی ممکنه حتی حرفام غلط باشه، من بخوام از اسلامم دفاع کنم، الان یکی بیاد بگه که آقا تو اشتباه میکنی که مثلا حکومت نباید باشه، مثلا نظر خودم حالا گفتم، ولی نه من نظر خودم رو میگم، بعدنم اگه به قول تو اشتباه باشه میرم یه کتاب دیگه میخونم، به میگین این کتاب رو بخون تا یکم بیشتر یاد بگیری، میرم میخونم. ولی باز یه چیز دیگه هم که همین آقا گفتن در مورد این که یه جلسه بذاری، به نظر من مهمونای مسلمان بیارید، مثلا الان تو همین امروزتون اکثرا مسلمان بودیم دیگه، ستامون مسلمان بودیم. آره راست میگی، چه خوب. آره امروز به نظرم میشه مثلا یه فیوی چیز بذارید همین برنامه هاتون که با کسایی که مسلمانن بیان، مثلا یه جلسه فقط بگید در مورد این بخش از اسلام، چون الان اگه ما بیایم کلی بگیم مثلا میگم بگید که کلن بید از اسلام دفاع کنید، از خدا دفاع کنید، اصلا معلوم نیست از هر دری سخن. الان از اثبات وجود خدا بود تا اینکه میشه حکومت ساخت یا نه، تا اینکه مثلا نمیدونم این مورد آخر یادم نیست ننوشتم، ولی اگه مثلا روی یه چیز کوچیک در مورد اسلام بگید، یه بخش کوچیک که شما مثلا ایراد میگیرید به اسلام، که آدمای دیگه بیان، کسایی که مسلمانن بیان جواب بدن، اینجور باشه خیلی بهتره. مشکل اینه که الان کانالمون اونقدر بزرگ نیست که ما بتونیم انتظار داشته باشیم که یک نکته خیلی خاصی رو انتخاب بکنیم بگیم بیان فقط درباره این صحبت بکنیم، به اندازه کافی داشته باشیم. میدونی لازم چیه؟ یعنی الان اگه مثلا کانال ما یه روزی انقدر رشد کرد که من بدونم انقدر به اندازه کافی من رو میان بالا که من حتی یک نکته خیلی خاصی رو انتخاب بکنم، به اندازه کافی من رو میان که درباره همون نکته صحبت کنم، اون موقع میتونیم کار کنیم. الان اگه این کارو بکنم اون نکته خاص مثلا ممکنه خیلی اصلا نخوان درباره اون نکته خاص صحبت کنم، بعد من لینک بذارم همه کسی نیاد، برای اینکه اون نکته خاص مثلا یه نفر بیاد شاید نمی‌نوزم چه. ولی این پیشنهاد شما برای موقعی که کانال ما بزرگتر شد و انقدر بیننده داشتیم که همین دوستمون که گفتین ببخشید من وسط حرفتون گفتم، با همین دوستمون که الان حرف زدن مثلا گفتن میخوام از اسلام دفاع کنم، بگید مثلا اگه میخواید بیاید مثلا جلسه بعدی در کار باشه و بخواید در مورد از اسلام دفاع کنین، شما بگید مثلا ایرادتون به اسلام اینه، مثلا در مورد کتک زدن زنا، خب بعد ایشون بیان مثلا جواب بدن که چرا مثلا ما گفتیم زنا رو کتک بزنیم، همین حرف. من الان فعلا ترجیحم اینه که بذارم که هر کسی که میاد درباره چیزی که میخواد بیاد دفاع کنه یا صحبت بکنه، ولی خب میتونیم کانال که بزرگتر شد، برای اینکه من اگه تعیین کنم که نه درباره این صحبت بکنین، اون وقت مردم مثلا میگن که خب من میخوام درباره این حساب صحبت کنم، بعد من بگم که یعنی یه مقدار زشت میشه، من بگم نه تو باید اینجوری درباره این اسلام باید بیای دفاع بکنی، اون اسلامو نباید بیای دفاع کنی، بعد میگن خب من پس برم دیگه چون من میخواستم درباره این صحبت کنم. یعنی الان کانالمون اونقدر بزرگ نیست که من بتونم انقدر مثلا تعیین کنم که موضوع بحث اینه باید فقط درباره این صحبت بشه. الان کسین که باید بذارم هر کی میخواد درباره چیزی که انگیزه داره درباره صحبت کنه درباره اون صحبت کنه. ولی خب یه زمانی این کارو میکنم. من یا بخواید برید چیزی که بگم. من باید برم ولی حرف آخر لطفا. باش. آخه این دوستمون یه حرف میزد میگفت حرف آخر، بعد میدیدی دوباره 5 دقیقه دیگه دوباره یه حرف آخر دیگه مونده. من میگم حرف آخر، امیدوارم که اونا رعایت کنن، بعد حرف آخر که نمیشه من دلم میسوزه همینجوری میمونم، ولی من امیدوارم اونا دلشون برای وقت من بسوزه، ولی خب نمیسوزه درشون. حرف آخر من این که راستش این مثلا بعضی از دوستانی که آوردین، من یه ایرادی که میخواستم بهشون بگیرم، مثلا آیه ایمان سلیمانی امیلی درسته، یه همچین کسی، ایشون خیلی از استدلالاشون، خیلی از ایرادایی که به اسلام میگرفتن فقط بر پایه احادیثی بود که خودشون هم میدونن چند درصدش جعلیه. خب یعنی مثلا
یه تاریخی رو، تاریخ طبری رو میارن، یا مثلا سهاسته اهل سنت مثلا میارن، یا خیلی از کتابای شیعیان رو میارن که الان خیلی از شیعه همون کتابا رو قبول ندارن. مثلا ما توی خیلی از فکر کنم از چهار کتاب معتبر شیعه، توی دو تاش نوشته شده که قرآن به شدت تحریف شده. خب فکر کنم مثلا توی القدیره نوشته که مثلا قرآن عوض شده، این آیه ها لیست کردن، یه سری آیه ها توش حذف شده، یه سری آیه ها اضافه شده. خب به نظرم، ولی الان اگه شما از یه مسلمان معمولی بپرسین که قرآن چند درصدش عوض شده، خب شاید اصلا بگیم نه، این کلمه به کلمه از طرف خدا اومده، اینجور حرفا. یعنی خیلی از کتابایی که ما داریم عنوان کتاب مثلا شیعیان لزوما باور و اعتقاد مسلمان ها نیست. یا مثلا توی کتاب، مثلا مثال بگم براتون، توی کتاب، یکی از کتابای ملا صدرا نوشته که خداوند برای انسان مثلا چند گونه نعمت آفرید، یکی از این گونه نعمت انسان ها بودند که زن ها بودند که میتونه از اونها بهره جنسی بگیره. خب یا همچین چیزی به نظر شما عقاید مسلموناست؟ خیلی از کتابایی که نوشته میشه به نظرم اگر کسی هم که میارین عقاید مسلمونا رو بر اساس اون چیزی که واقعا عقیده مسلموناست نقد کنه خیلی بهتره. خب ببین، عقاید مسلمان ها با اسلام خیلی فرق داره. خب مثلا تو قرآن هم گفته زنتون رو بزنین، ولی اکثر مسلمان ها اینو دوست ندارن. خب یعنی من میگم اسلام رو نقد کردن و با عقاید مسلمان رو نقد کردن دو تا چیز مختلفه. ولی این حرف رو قبول دارم که اسلام رو نقد کردن، ببین برای ما همه ی حدیث ها چیزه قلابیه، یعنی هیچ کدومش واقعی نیست. خب ولی قبول دارم که اگه بخوایم بیایم اسلام رو نقد بکنیم، اون حدیثایی رو که خودشون هم قبول ندارن رو بیایم نقد بکنیم کار بی خودیه. یعنی بعضی از موقع ها یه سری از این اسلام ستیزا یه حدیثایی پیدا میکنن که انقدر بده، انقدر دوست دارن که اونو نقد بکنن، که دیگه اینکه این مثلا حدیثیه که خود مسلمان رو قبولش ندارن رو به کسی نمیگن، بعد میان نشون من به همین. خب اینو من قبول دارم، من خودم فکر میکنم به اندازه کافی تو خود قرآن انقدر حرفای مزخرف و خطرناک هست که حتی بدون حدیث ما اسلام ستیزا به اندازه کافی مطلب داریم که بتونیم گیر بدیم. ولی حدیث هم اگه بخوایم گیر بدیم، من اگه مثلا یک سنی باشه باید همون مثلا بخاری و صحیح مسلم و صحیح بخاری رو گیر بدم، اگه شیعه باشه باید حدیث های خودش رو گیر بدم، حدیث رو گیر بدم که واقعا بهش اعتقاد دارن. ولی اینکه بیان بگین که خب اسلامشون، ما اسلام اگه بخوایم بیان نقد بکنیم ببینیم مسلمان ها به چی اعتقاد دارن، اکثر مسلمان ها اصلا اسلام رو نمیدونن چیه. اکثر مسلمان ها اصلا نه تنها حدیث نخونن، خود قرآن هم حالا هیچ وقت از اول تا آخرش نخوندن. برای همین نمیتونیم بیایم اسلام رو قضاوت بکنیم بر اساس اینکه مسلمان ها به چی اعتقاد دارن. اسلام رو بر اساس چیزی که بر تعریف اون مذهب، اون مذهب هست، بر اساس تعریفی که اون عقاید چی هست، باید بیایم همون کتابا رو، اون کتابا رو نقد بکنیم، نه چیزی که مسلمان ها اعتقاد دارن. ببین مسیحیت هم، ما مسیحیت هم مثلا بخوام میام نقد بکنیم، نمیام چیزی که مسیحی ها اعتقاد دارن رو نقد بکنیم، خود انجیل رو میام نقد میکنیم. درسته مثلا ما اگه از اکثر مسیحی ها برام بپرسیم، ازشون بپرسیم که آیا یک زن حق حرف زدن داره، حق درس دادن داره، حق مدیریت داره، حق رئیس بودن داره، اکثر مسیحی ها میگن معلومه که داره، این چه حرف مزخرفیه، معلومه که همه زن حق مدیریت دارن، حق درس دادن دارن. در صورتی که اگه شما برین انجیل رو مطالعه کنین، میبینین که تو انجیل به طور خیلی واضحی گفته که هیچ زنی حق تدریس نداره، هیچ زنی حق مدیریت نداره، زن باید ساکت باشه و حرف شوهرش رو گوش بکنه. این به طور خیلی واضحی تو انجیل گفته شده. یعنی عقاید مسیحیان با مسیحیت فرق داره، عقاید مسلمانان با اسلام فرق داره. درسته، ولی اگه اسلام رو نقد کنین، اگه قرآن رو نقد کنین، شما با چیزای بیشتری که مردم معتقدن بهش روبروین، تا اینکه بخواید برین با یه حدیثی که به قول خودتون شاید خیلی از مسلمان ها نقد، مثلا همین که الان گفتین خیلی جای قرآن ایراد داره، من بلافاصله به ذهنم رسید که بگم ولی وایسادم که حرفتون تموم شد، که کلی از حرفای قرآن هم حرف حسابه و برای خیلی از حرفایی که شما میگینم مثلا من نقد دارم. مثلا در مورد حقوق زنان، به جز اون آیه ای که گیر میدین زن زدن بده، خب من چیکارش کنم دیگه، تو قرآن دیگه. حالا کاش نبود، ولی به جز اون آیه در خیلی از کاش تو قرآن نبود، کاش نبود. ای خب ببین تو الان کاش تو قرآن نبود این آیه، خب یعنی خب ببین جالبه که میگی کاش نبود.
اولین بار من از یه مسلمون میشنوم که میگه کاش نبود. من ادعا میکنم میگم تو... کاش تو قرآن نبود این آیه. خیلی خب، خب این حرفت خیلی هم خوبه هم عجیبه، به خاطر اینکه تو داری تو به عبارت دیگه استانداردت از خدات بالاتره. صدا قطع میشه. چرا کاش صدای من داره قطع میشه یا صدای مهمان؟ من صدا خوبه تو دیگه خاصی نیست میگم، مثلا من میگم این چیز خوبی نیست تو قرآنه. چیز خوبی نیست تو قرآن. تو با قرآن اعتقاد داری که حرف خداست، بعد میگی این خوب نیست که تو قرآن. بالتا... نه دیگه من میگم نبود. نبود. صدا تأخیر داره. صدا تأخیر داره. حیف من که این خیلی جالب شد. صدای من خوبه الان؟ صدا تأخیر داره. خب 262 بیا دفعه بعد در مورد این صحبت کنیم. دفعه بعد که اومدی من برم دیگه چون صدا تأخیر داره. ولی دفعه بعد که اومدی بیا در برای این موضوع صحبت بکنیم، برای اینکه این حرفت خیلی جالب بود. من برم دیگه. باشه دیگه، میگم کاش که این توی قرآن بود. صدا تأخیر داره، من برم. صدای من خوبه الان؟ صدا کیفیتش خوبه ولی با تأخیر بسیار زیاد. خب من برم دیگه. خب این خیلی جالبه، میگه آرمین نمیتواند با ما مسلمانان بحث کنه. خدا نگهدار. فعلا تا دفعه بعد. پدی میگه آرمین نمیتواند با مسلمانان بحث کنه که چون که اطلاعاتش بسیار کمه. پدی جان مطمئن باش که من از خیلی از شماهایی که این ادعاها رو میکنید بحثم با مسلمانان بهتر بوده و اکثر کسایی که میان ادعا میکنن اینجا اطلاعاتشون بالاست اکثرش چرت و پرت بوده. اینا همش حرفه. ببینید شما کسایی که حرف برای زدن ندارن میان همجوری ادعاهایی میکنن، هیچ وقت بلد نیستن ازش دفاع کنن. تو نمیدونی، من میدونم، تو حالید نیست. از این حرف، این حرفا مفتیش ارزش نداره. پشتش هم چیزی نمیتونین اضافه کنین. من الان 15 ساله که با مسلمان ها بحث کردم، مناظره کردم. از این کسایی که ادعا میکنن توی لایو چت که بهتر میتونن، یعنی که میدونن، من نمیدونم. میدونم از لحاظ به طور منطقی میتونم بگم که احتمالش اینه که از شما تجربه هم بیشتره. آره خیلی جالب بود. نبینم این که میگه چه جالب، میگه کاش نبود. این برای من خیلی حیف شد که صداش قطع دیلی داشت. امیدوارم دفعه بعد بیاد، چون من تا حالا هیچ وقت ندیدم که یک نفر بگه که قرآن کتاب قبول داره که قرآن کتاب خداست و مسلمونه، ولی که کاش این آیه نبود. یعنی من میدونم که خیلی از مسلمونا اینو فکر میکنن که کاش این آیه نبود، ولی هیچ وقت اینو تو ناخودآگاهشون خیلی هاشون میگن که کاش این آیه نبود. تو ناخودآگاهشون خیلی از مسلمونا میگن که کاش این آیه نبود، ولی تو خودآگاهشون نمیگن. 262 من باید برم، امیدوار دفعه بعد درباره این موضوع صحبت میکنیم. باشه این کاش که قرآن نبود، کل قرآن نبود، قبول نبود. فعلا مرسی از همه. 262 من بعد برم، واقعا دیگه شد واقعا 3 ساعت. دفعه بعد بیا درباره همین موضوع صحبت میکنیم. تا روز دیگه، خدا و ابلیس جفتشون با هم، خدا و ابلیس جفتشون با هم الان دوست شدن. حافظه همه شما.